Hi everybody, how's it going? سلام دوستان، وقت بخیر. من مشکان ساله روش هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. و امروز ما جلسه آخر یونیت 2 رو با هم دیگه میخونیم. بعد که جلسه یعنی یونیت 2 بمونم تموم میشه. خب ما اینجا صفحه آخرمون هستیم. قبل از اینکه درس رو شروع کنم لطفاً برای من کامنت بذارید. اگه مشکل، سوالی، چیزی داشتین حتماً بپرسید، من در اسرع وقت جواب میدم. و ما رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید که توی ویدیوهای دیگه این نوتیفیکیشن که میاد ازش آگاه بشید. خیلی خوب، ما میایم اینجا این سفر من بزرگ کنم براتون. یه مروری هم نسبت به درسای قبلم داشته باشیم. ما تو این یونیت چی خوندیم؟ پاسسیو ادجکتیو رو خوندیم، اول ریلیشنشیپ ها رو خوندیم، فرند، کلاسمیت، کالیگ، باس، و بعد پاسسیو ادجکتیو و پاسسیو نام رو خوندیم، صفت ملکی و اسامی ملکی رو خوندیم، در مورد اینکه اهل کجا هستی صحبت کردیم با دبلیو اچ where، بعد یه سری سوال داشتیم که با what در مورد این contact information همون بود که what is your name, what is your address, what is your phone number, what is your email address، و نهایتا این صفحه آخرمون extension میشه مثلا حالت development، یعنی یه چیزی رو بخوای بست بدی، یه چیزی رو گسترش بدی. خیلی خوب میایم اینجا reading. میدونین توی کتاب‌های انگلیسی شامل 4 تا بخش میشه. یه بخش ریدینگ داره، یعنی که یه چیزی باید بخونی، یه سری سوالات رو جواب بدی، درک مطلب این مدلی. یه سری ما یه بخش لیسنینگ داریم که مربوط به شنیداریمون میشه، یه بخش اسپیکینگ داریم که مربوط به حرف زدنمون میشه، و یه بخش هم رایتینگ داریم که حالا تو صفحه بعد بهش می‌پردازیم. الان بخش ریدینگمون هستش. چون توی انگلیسی هم ما باید 4 تا اسکیل رو همزمان با هم دیگه پیش ببریم، رشدش بدیم. خب الان اینجا reading گفته که read about 6 famous people. Where are they from؟ میگه که بخوانید درباره 6 فرد معروف، اهل کجا هستن؟ خب اینجا حالا این قسمت سوال نداره، یعنی این ریدینگ اولمونه. بعدها توی درسای دیگه بهتون فرصت میدم که ریدینگ رو بخونی، یه سر سوال داره، سوالاتش رو جواب بدیم، اون موقع با هم چک میکنیم. الان شما میتونید ویدیو رو پاس بکنید، متنا رو بخونید، این در مورد این 6 نفر رو بخونید، و بعد با هم دیگه دوباره یه مرور میکنیم. چون توی ریدینگ اصلا هدف اینه که شما اول متن رو برای خودتون بخونید و سوالاتش رو جواب بدید. ولی اینجا هنوز فعلا تو قسمت، یعنی این ریدینگ اولمون چنین بخشی رو نداره، یعنی بخش سوال نداره، بعدها به اینم میپردازیم. خب اولی، This is Frank Gehry. Where is Mr. Gehry? ببخشید، Where is Mr. Gehry from? He's from Canada. And what's his occupation? He's an architect. میگه که ایشون آقای فرانک گری هستن، یا اصلا آقاش هم نگفته، ایشون فرانک گری هستن. Where is Mr. Gehry from? آقای گری اهل کجاست؟ He's from Canada. اهل کانادا است. And what's his occupation? شغلش چیه؟ He's an architect. شغلش یعنی آرشیتکت، معماره. دومی، This is Paco de Lucia from Spain. What's his occupation? He's a musician. میگه ایشون پاکو دو لوسیا هستن از اسپانیا. شغلشون چیه؟ What's his occupation? He's a musician. ایشون موزیسین هستن. سومی، This is Maria Sharapova. She's from Russia. What's Ms. Sharapova's occupation? She's an athlete.
گفتیم که توی اون کانورسیشن قبلی من گفتم وقتی میخواین یکی رو معرفی کنین نمیگین شی ایز یا هی ایز، میگین دیس ایز، یعنی ایشون. دیس ایز ماریا شاراپووا، ایشون خانم ماریا شاراپووا هستن. شی ایز فرام راشا، اهل روسیه است. What's Ms. Sharapova's occupation؟ شغل خانم شاراپووا چیه؟ She's an athlete، ایشون ورزشکار هستن. حالا بعدی، This is John Travolta، ایشون آقای جان تراولتا هستن. Mr. Travolta has two occupations، he is an actor and a pilot. میگه آقای تراولتا دو تا شغل داره، او هنرپیشه است و خلبانه. He is from the United States، ایشون اهل ایالات متحده هستن. بعدی، This is Angelique Kidjo، What's her occupation؟ Ms. Kidjo is a singer، She is from Benin. حالا ممکنه توی کتابایی هم که شما دانلود میکنی شخصیت ها فرق بکنن، حالا خیلی مهم نیستش که این شخصیت ها فرق بکنن، مهم اون متن و محتوا هستش که تغییر نمیکنه. خب ایشون خانم آنجلیک کیجو هستش. What's her occupation؟ شغلش چیه؟ میز کیجو is a singer، سینگر هستش، خواننده است. و ببینید اینجا میز آورده، مثلا برای شاراپووا هم میز آورده، یعنی ما نمیدونیم اینا متأهلن یا مجرد. She is from Benin، ایشون هم اهل بنین هستن. و آخر، This is Banana Yoshimoto، Ms. Yoshimoto is from Japan، What's her occupation؟ She is a writer، ایشون خانم بنانا یوشیموتو هستن. دوباره اینجا میز آورده، یعنی ما نمیدونیم ایشون متأهلن یا مجرد. خانم یوشیموتو اهل ژاپنه، شغلش چیه؟ ایشون نویسنده است. خب حالا اینجا قسمت چی ازتون خواسته؟ گفته که Ask and answer questions about people in the reading، Use the verb be، میگه که شما شروع کنید سوال و جواب کردن در مورد تک تک این آدم ها و از فعل to be استفاده کنید. براتون مثال زده، مثلا گفته که Is Frank Gehry a doctor؟ جواب Yes he is، No he isn't. دوباره Is Maria Sharapova from the United States؟ جواب Yes she is، No she isn't. Where is Mr. Travolta from؟ آقای تراولتا اهل کجاست؟ اهل، میگیم که he is from the United States. خب حالا چی کار بکنین؟ توی خونه لطفاً برای تک تک این آدما شروع کنید به سوال جواب کردن. شما الان یه توبی رو بلد هستید، میتونید که با فعل توبی سوالی بسازید. و یکی هم دو تا WH question بلد هستین، یکی what do you do یا what's your job، یکی هم where is he from، where is she from، اهل کجا هستن. شما با این دوتا و با اون توبی، یعنی سوال ساختن برای فعل to be، میتونید برای تک تک اینها یه عالمه سوال بسازین و جواب بدید. حالا مثلا من در مورد الان مثالاش هم که براتون خوندم اینجا، حالا من مثلا در مورد همین آقای گری شروع میکنم، چند تا سوال براتون میسازم برای خط به خطش، بعد شما میتونید همین کار رو برای تمام این افراد انجام بدید. مثلا گفته که This is Frank Gehry، میتونید بگی Is he Frank Gehry؟ ایشون آقای گری هستن. یا میتونی بگی Is he مثلا پاکو دو لوسیا؟ ایشون پاکو دو لوسیا هستن. جواب خب الان اگه من بپرسم Is he Frank Gehry؟ شما میگین Yes he is. ولی اگه بپرسم Is he پاکو دو لوسیا؟ میگین No he isn't، He is Frank Gehry. خب Where is Mr. Gehry from؟ اینجا خودش سوال پرسیده، He is from Canada. حالا شما میتونید اینجا رو بپرسید که Is he from Canada؟ آیا ایشون اهل کانادا هستن؟ دوباره جواب Yes he is. یا تو شما میتونید بپرسین Is he from the United States؟ آیا ایشون اهل United States هستن؟ جواب هست No he isn't، He is from Canada. What's his occupation؟ خب سوال پرسیده، He is an architect. حالا
میتونیم با to be، یعنی بپرسیم که is he an architect؟ آیا ایشون architect هستن؟ جواب yes he is. یا میتونیم بگیم که is he مثلا an actor؟ هنرپیشن؟ No, he isn't. حالا همینجوری که من سوال برای این قسمت ساختم، شما میتونید برای بقیهش هم سوال بسازید. مثلا خب این قسمت پاکو دو لوسیا گفته که from Spain. شما میتونید بپرسین where is he from؟ اهل کجاست؟ he's from اسپین. برای بعضیاشون که نداره شما میتونید با دبلیو اچ ور سوال بسازید. خیلی خوب، حالا میای این قسمت این سوال جواب ساختن خیلی مهمه ها، به خاطر اینکه شما میخواین صحبت کنید، میخواین حرف بزنید، باید سوال بکنید، باید خیلی از بخش حرف زدن ما به پرسش کردن ارتباط داره. حالا اینجا سه تا چند نفر میبینیم، یه سری اطلاعات در مورد هر کدومشون داریم. گفته که point to the people in the photos, ask your partner question about their contact information. میگه که اشاره کنید به افراد تو این تصاویر، از پارتنرتون سوال بپرسین در مورد اون اطلاعات کانتکتیشون یعنی ارتباطیشون. ما الان مثلا اسمشون رو داریم، مثلا این قسمت شخص اولی آدرسش رو داریم، ایمیل ادرسش رو داریم، دومی اسم و فامیلش رو داریم، شماره تلفنش رو داریم، ایمیل ادرسش رو داریم. اینا هم اسمشون رو داریم، فامیل داریم، شماره تلفن و آدرس. حالا یکیشو من میگم، شما بعدیا رو میتونید خودتون انجام بدید با دوستتون یا به صورت انفرادی. مثلا من اسمش رو دارم، میخوام از اسمش بپرسم، میگم what's his name یا میگم what's his first name. دوستتون میتونه جواب بده his first name is Ryan. دوباره شما بپرسید What's his last name؟ فامیلیش چیه؟ His last name is Hale. حالا اینجا برای آدرسش میتونید بگید What's his address؟ آدرسش کجاست؟ و جواب میدین 12 Bank Street. و آخر سر میتونید بپرسید What's his email address؟ ایمیل ادرسش چیه؟ خب ایمیل میگین It is rhale@ccc.com. خب من در مورد شخص اول سوالا رو بهتون گفتم، حالا شما سوالای یعنی برای تصویر دوم و سوم سوال بسازید. این همیشه کار خونتون که باید برای تک تک اینا سوال بسازید. مثلا حالا این یکی هم بگم نورما چین، میگم what's her phone number، what's her phone number. خب میگیم her phone number is یا میگیم it is 3355078. پس شد تمرینی که توی خونه انجام باید بدید در مورد این اشخاص که یه سری اطلاعات مثلا کانتکتیشون رو دارید سوال بسازید با what's her, what's his, what's their. چون اینا دو نفرن دیگه، میشه what's their, what's her, what's his. حالا بعدش هم اون اطلاعاتی که میخواید فون نمبر، آدرس، اسم کوچیکه، اسم بزرگه. پس یکی برای اینا شما باید تمرین بکنید توی خونه، یکی هم برای این اشخاصی که بهتون گفتم دوباره توی خونه بخونید، برای خط به خطش سوال در بیارید، یکی تو بی، یکی هم با وات و ور. خیلی خوب بریم صفحه بعدمون. اینجا هم بریم اکسترا پرکتیس. بذارین اول صفحه بعدم توضیحش رو بدم، بعد بریم توی اکسترا پرکتیسمون. بیاییم بالا اینجا. خب گفته که پرسونال انفورمیشن، اینجا یه کارت مثل کارت ویزیت خودتون پرش بکنیم برخورد. مثلا اینجا فرست نیمتونه، اینجا لست نیمتونه، ادرستونه، فون نامبرتونه، ان ایمیل ادرس کاملش بکنیم بر اساس اون چیزی که یاد گرفتید. آدرستون رو بنویسین، فون نامبرتون رو بنویسین، ایمیلتون، لست نیمتون، فرست نیمتون. اینجا چی خواسته ازتون؟ create a conversation for the people in the first picture. برای این تصویره گفته که conversation درست بکنید. Complete the form with your partners information start like this. خب
اگه بخوایم براشون یه اینفورمیشن ببخشید، یه کانورسیشن درست بکنید، به تصویر نگاه کنید، ظاهرا یه مصاحبه شغلیه، میتونید یک عالمه سوال ازش بپرسین با what. مثلا what's your first name, what's your last name, what's your email address, what's your address, what's your phone number و where are you from. یا اینکه حتی میتونید وقتی که بگین که مثلا طرف اسمش رو بگه، مثلا وقتی بپرسه what's your first name، مثلا بگه که چه میدونم Mary، بعد بگه excuse me، بگه Mary how do you spell that، چجوری اسپلش میکنید. و میتونی اینجوری با conversation که تو درس خوندی برای این تصویرم یه conversation بسازید. و حتی برای این دومی هم همینطور گفته یه conversation بسازید. داشتیم توی صفحه قبلیمون، تو درس قبلیمون که دو نفر رو به هم دیگه معرفی میکرد، مثلا میگفتش که فرضاً این آقای داره این دوتا خانم رو به هم معرفی میکنه، مثلا میگه جین this is Mary، Mary is my friend colleague، هی Mary، هی جین. بعد ادامه بدین، بعد بگی که مثلا what do you do، شغلت چیه، where are you from، اهل کجایی، و اینجوری conversation رو بسازید. و در آخرم رایتینگتونه، گفتم یکی از بخشای انگلیسی خوندن رایتینگه، یعنی شما باید بلد باشین بنویسید، چون الان ممکنه که در آینده شما بخواین مثلا ادامه تحصیل بدین توی کشور خارجی، بعد توی مدرسه‌اش یا توی کالجش یا توی دانشگاهش، بنابراین شما باید نوشتنم یاد بگیرید. گفته که write sentences about your relationships for example، میگه که جملاتی رو در مورد ارتباطاتتون بنویسید. برای مثال اینجا اومده یه نفر اسم برده نانسی لی، is my friend، نانسی لی دوست منه، she is from Vancouver، she is a. خب میتونید برای یک نفر از اعضای خانواده، یک نفر از دوستان، یا دو نفر یا سه نفر، هر تعدادی که میخواین انتخاب بکنین، در موردشون بنویسید. مثلا میگم که مثلا مریم is my colleague، مریم is my colleague، she is from اصفهان، she is a doctor. بعد حتی میتونید آدرسش رو بدین، فون نمبرش رو بدین، ایمیل ادرسش رو بدین، حالا نه ایمیل ادرس و فون نمبر واقعی، حالا همین که برای اینکه تمرینی باشه برای نوشتنتون. پس بنابراین چند نفر انتخاب بکنید، در موردش چند تا جمله بنویسید، مثل این مثالی که اینجا براتون زده. خیلی خوب، برگردیم. اینم از این صفحه، ما درس دوممون تموم شد، بیایم اینجا اکسترا پرکتیسش هم انجام بدیم و تمومش بکنیم. بریم اینجا یه سر بزنیم. خیلی خوب، یونیت 2 بریم بزرگش کنم. اولی رو میگه چی کار کنید. Write the correct possessive adjectives، میگه که صفت ملکی درست رو اینجا بذارید. یکیش هم براتون انجام داده. Miss Kim is Mr. Smith's student، Mr. Smith is her teacher. میگه که خانم کیم دانش آموز یا دانشجوی آقای اسمیته، پس آقای اسمیت میشه معلمش. حالا بر اساس این شما این ویدیو رو پاس بکنید، اینا رو انجام بدید، بعد با هم دیگه چک میکنیم. نمبر 2، مستر اسمیت از میس کیمز تیچر، یعنی آقای اسمیت معلم خانم کیمه. میس کیم از هیز استودنت، پس میشه خانم کیم شاگردشه، یعنی شاگرد اون آقاه مستر اسمیت میشه پس هیز استودنت. سومی، میسیز کروس از جانز تیچر، این خانم معلم جانه. میسیز کروس از هیز تیچر، جان از میسیز کروس از استودنت، میگه جان شاگرد خانم کروسه، پس جان از هر استودنت. خب اینجا چی میخواد؟ colleagues from Japan، میگه که
خب به جوابش نگاه میکنیم که ببینیم اینجا چی باید بذاریم. جواب گفت No, they aren't my colleagues. پس بنابراین اینجا باید بگم که Are your colleagues from Japan؟ آیا همکارات اهل ژاپنن؟ میگم No, they aren't. نه اونا نیستن. My colleagues are from Korea. همکارای من اهل کره هستن. ششمی، Mr. Bellow is teacher. خب کی؟ چی باید بذارم؟ به جواب نگاه میکنیم. I am گفته. پس اینجا یعنی از تو پرسیده. Mr. Bellow is my teacher. ببخشید سوالی نیست. یعنی که جمله مثبت به این قسمت نگاه کنیم، میتونیم این قسمت رو کاملش بکنیم. Mr. Bellow is my teacher. I am his student. یعنی من، آقای بلو معلم منه، من هم شاگردش هستم. Jack is not Mrs. Roy's student. Jack شاگرد خانم روی نیست. He is her boss. رئیسشه. Mr. Gee is not Jim and Sue's teacher. آقای گی معلم سو و جیم نیست. He is، خب اینجا دو نفرن دیگه، درسته؟ Their doctor، دکترشونه. خب میریم بعدی این قسمت. خب گفته complete the sentences about the people. Use he's from، she's from، or they're from. پس اینجا ویدیو رو پاس کنید، اینم انجام بدید، بعد با هم چک کنید. خب شماره یک، number one، میز تومیکو ماتسودا، خانم دیگه میشه she is from Hamamoto, Japan. میس برتا سالیس، دوباره خانومه، میشه she is from Monterrey, Mexico. Number 3, Mr. and Mrs. Franz Heidelberg. There are two people، دو نفرن، میشه they are from Berlin, Germany، یا they're from Berlin, Germany. Mr. George Crandall، آقای میشه he's from Victoria, Canada. پنجم، Miss Mary Mellon، خانم دیگه میشه she's from Melbourne, Australia. ششمی، Mr. Jack Hilt and Miss Betty Parker، دو نفرن، میشه they're from Los Angeles, US. Mr. Qiu Jing Wen، آقای دیگه میشه he's from Wuhan, China. Ms. Noor Behjat، خانومه she's from Cairo, Egypt، اهل قاهره مصر. حالا بعدی گفته که complete the question، سوالا رو کامل کنید. مثلا یکیشو من تو انجام میدم، بعد پاس کنین بقیهشو انجام بدین. گفته your name، چه what's your name. حالا بقیه رو همینطور ویدیو رو پاس کنید، انجامش بدید، با هم چک کنید. خب number 2، are you from، where are you from، his email address، what's his email address. She is a student، خب میشه is she a student. Her phone number، what's her phone number. They colleagues، are they colleagues، یعنی هم باید to be باشه، هم میتونه با WH باشه، یعنی هم با to be میتونین سوال بسازین، هم با WH. یه بار دیگه میگم از اول، what's your name، where are you from، what's his email address، is she a student، what's her phone number، are they colleagues، آیا اینا همکارن. بعد بعدی is he from China، is he from China، نمیگیم where is he from China چون China رو داره، میگیم is he from China، اهل China، اهل چینه. و آخری what are their first names، what are their first name، یعنی اسم کوچیک اونا چیه. یه بار دیگه از اول، what's your name، where are you from، what's his email address،
Is he a student? ببخشید. Is she a student? What's her phone number? Are they colleagues? Is he from China? What are their first names? و بعدی رو بریم و آخری. گفته که complete each question with the correct possessive adjectives. با صفت ملکی درست میگه اینا رو کامل کنید. فرصت دارید اینو پاس کنید، انجامش بدید، چک میکنیم با هم. اولی جوابش رو نگاه کنید. What's name؟ گفته I'm Mrs. Barker. از مثلا از شما میپرسه. What's your name؟ What's your name؟ I'm Mrs. Barker. دومی دوباره جواب مایه، یعنی از شما میپرسه. What's your last name؟ What's your last name؟ My last name is Crandall. خب What's address؟ از جواب نگاه کنی. Mr. Marsh address is 10 Main Street. یعنی از در مورد آقایی داره صحبت میکنه، پس میشه What's his address؟ What's his address؟ میشه Mr. Marshall's address is 10 Main Street. حالا اینجا What's email address؟ خانم یا آقا؟ جواب نگاه کنی. Ms. Downs email address. Ms. Downs email address. It's down 5@unet.com. یعنی از ایمیل ادرس یک خانوم داره سوال میکنه. پس اینجا میشه What's her email address. پنجمی What are first names they Gary and Rita. یعنی دو نفر داره میپرسه، میشه آنها. پس اینجا میشه What are their first names. What are their first names. و آخری What's phone number. کی؟ آقا یا خانم؟ Miss Girl's number is 555-0235-27. پس خانومه. اینجا میگیم What's her phone number. یه بار دیگه جواب میگم. What's your name? What's your last name? What's his address? What's her email address? What are their first names? And what's her phone number? ببینیم اینجا دیگه تمرین نداره. نه. خیلی. ما یونیت دومونم تموم شد اینجا. و انشالله جلسه بعد ما یونیت 3 رو شروع میکنیم. لطفا اگه سوالی مشکلی بود حتما برای من کامنت بذارید و دیگه ما رو سابسکرایب کنید توی یوتیوب و از دکمه زنگوله رو بزنید دیگه. ایچی دیگه همین، سلامتی شما. امیدوارم که روزگار خوشی داشته باشید. مراقب خودتون باشین. بای بای.